خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رو شروع کرده بودیم در مورد ضرب اعداد صحیح. توی ضرب اعداد صحیح دیدید که قدم اول ما تولید پارشال پروداکت هاست بر اساس، اگر پایه ضربمون پایه دو باشه، بر اساس جدول ضرب خوشبختانه ساده باینری پارشال پروداکت های ما در واقع عامل اول هست یا مقدار صفره. این پارشال پروداکت ها لازم هستن که بر اساس رتبه عامل دوم و بیتی که داره وارد بازی میشه در رتبه خودش شیفت پیدا کنه. بر اساس اینکه عامل اول یا عامل دوم علامت دار باشه، لازم هستش که در صورت نیاز در واقع برای جمع شدن اینها یا ساین اکستند بشن یا زیرو اکستند بشن. در صورتی که ما با اعداد علامت دار برخورد میکنیم، اعداد بایستی ساین اکستند بشن تا بتونن با هم جمع بشن. اگر اعداد بدون علامت باشن، در واقع زیرو اکستنشن، یعنی که هیچ اقدامی انجام نمیدیم. و اگر عامل دوم عدد علامت دار باشه، آخرین پارشال پروداکت به جای اینکه بخواد با بقیه مقادیر جمع بشه، لازم هستش که تفریق بشه، به خاطر اینکه ارزش اون لوکیشن بر اساس 0 و 1 بودن بیتش مساوی 0 و نهایی. این چیزیه که تا به حال در مورد ضرب در پایه 2 صحبت کردیم. ضرب در پایه 2 یا کلن ضرب در پایه R دو تا عدد N رقمی، یا در واقع وقتی عامل دوم ما N رقم باشه، به ما N تا پارشال پروداکت میدهد. و وقتی به ما N تا پارشال پروداکت میدهد، N تا پارشال پروداکت یا به صورت موازی با اون کامپرسور ها بایستی جمع بکنیم، یا در N پالس ساعت با یک دونه جمع کننده بایستی جمع کنیم. من امروز در مورد مدارهای جمع کننده به صورت سریال مفصل‌تر وارد میشیم از صحبت. ولی یه انگیزه ای تو ذهن وجود داره و اون این است که اگر ما بتوانیم به جای اینکه ضرب رو در پایه 2 انجام بدیم، بتوانیم عامل دوم عامل بی رو دو بیت دو بیت انتخاب کنیم و برای ضرب دو بیت دو بیت در عامل اول بتوانیم مقادیر 0 آ 2 آ و 3 آ رو استخراج کنیم. بدیهیه که استخراج مقدار 3 آ با مشکل مواجهه، برای اینکه صفر که صفره، آ که خود عدده، دو آ آیست که اولش یه دونه صفر گذاشته شده، ولی سه آ خودش یه دونه عملیات جمع میطلبه. ما از یک طرفی میخواستیم که با بردن عملیات در پایه دو در پایه آر مساوی 4 تعداد عامل ها رو کم بکنیم، ولی توی هر مرحله داریم یه دونه جمع اضافه میکنیم. این خودش میشه نقض رأس. لذا این کار انجام نمیشه. یه کار بسیار زیبای دیگری انجام میشود که سابقش برمیگرده به یک در واقع انکودینگ عددی به شکل که به نام آقای بوست ثبت شده. توی بوست انکودینگ اعداد در واقع اعداد صحیح علامت دار، منطق ریاضی حاکم این است که ما دیجیت ست رو به جای اینکه 0 و 1 بگیریم، دیجیت ست رو بگیریم 0 مثبت 1 و منهای 1 و قرار بذاریم که اینها رو فعلا به شکل 0 یک بار و یک نمایش بدیم. انگیزه پشت سر قضیه این است که ما دیجیت ست رو کنیم 0 مثبت منفی. با اون صحبتایی که جلسه اول کردیم، اگر دیجیت ست تعدادش بیش از پایمون باشه، اولا حتما بایستی شامل صفر باشه که شامل صفر است. ولی به محض اینکه بیشتر از آر باشه، نمایشمون نمایش یونیک نخواهد بود. شما می‌بینید با دیجیت ست 0 و 1 و منهای 1، مثلا برای عدد 7 میتونید 1 1 1 رو نمایش بدید مثل همیشه، میتونید 8 منهای 1 نشون بدید، در واقع 1 0 0 1 بار رو که بگذارید میشود 7. پس نمایشمون چیه؟ نمایشمون میشود غیر یونیک. تو بوست انکودینگ میاد بر اساس خود عدد یک دونه نمایش یونیکی به ما میدهد. از چی؟ نمایش یونیکی به ما میدهد برای اینکه چیکار کنه؟ برای اینکه دیجیت ست ما رو ببره توی 0 مثبت منفی. Ah!
حرف آقای بوس چیه؟ میگوید که شما هر جای عدد رو که نگاه بکنید در هر نقطه ای یک قطاری از یک ها رو در نظر بگیرید که در طرفین با دو تا صفر پوشیده شد. درسته؟ از دست راست که نگاه میکنید ما به یک صفری میرسیم که بعدش یکه و این یک پشت سرش یک یا چند تا یک وجود داره و سپس این قطار به صفر ختم میشه. میگه من هر جا یک قطاری از یک رو میبینم میام این رو تبدیل میکنم به این که من به این مقدار یک واحد اضافه کنم و یک واحد کم کنم. اگه من به این مقدار یک واحد اضافه کنم یک مقدار کم کنم، این قطار من تبدیل به چی میشه؟ اول قطار، اول این به علاوه یک رو پخشش کنیم، به علاوه یک اینجا همه رو پروپاگیت میکنه، اینجا به من یک میده، ولی منهای یک رو باید نگه. پس اول قطار تبدیل میشود به دیجیت صفر یک بار، به اندازه قطار منهای یکی بقیه صفرند. درست شد؟ و در انتها به جای این صفر من بایست یه دونه یک بگذارم. پس وقتی ما یک قطاری از یک داشته باشیم از دست راست از LSP که نگاه بکنیم، وقتی به اولین قطاری از یک ها داشته باشیم، به اولین یک، به پایین ترین رتبه یک واحد اضافه کنیم و یک واحد کم کنیم، یک واحد اضافه وارد قطار یک که میشه همه رو صفر میکنه تا انتها، بعد از قطار یک دونه یک به من میده. و چون یک واحد باید کم بکنیم، ابتدای قطار باید یک دونه یک بار بگذاریم. درست شد؟ بر اساس این فرهنگ این تبدیل میشود چی؟ این تبدیل میشود یک دونه نمایش یونیک عرض به خدمت شما از عدد، چون این فرمول یه فرمول یگانه است، هر چیزی رو به ما نخواهد داد. درست شد؟ یه فرمول یگانه خواهد بود که من عدد رو صحیح رو در سیستم متمم دو یا سیستم صحیح باینری ببخشید بدون علامت داشته باشم، این تبدیل رو انجام میده و به من عدد رو میده. انتهای عدد چگونه است؟ آخرین قطار ما اگر عدد ما بدون علامت باشه بایستی یک دونه صفره، در واقع یک بیت زیرو اکستندش کنیم که حتما قطارمون تمام بشه. و اگر عددمون علامت دار باشه گویی قطار آخر رو تا بی نهایت ادامه بدیم، لذا صرفا یک بار آخری به دست میاد. منظور من چیه؟ منظور من این است که اگر من عدد یک صفر یک یک صفر یک 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 رو داشته باشم، این عدد اگر بدون علامت باشه توی انکودینگ بوسش چه اتفاقی براش میفته؟ من اینجا یک دونه قطار دارم، رتبه های پایین همگی صفرن، یه قطار دارم، این یک 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 و صفر رو تبدیل میکنم به یک بار صفر صفر ببخشید یک صفر صفر یک بار. این مساوی هفته دیگه با صفرش، این هم مساوی هفت. این قطار من این سه تا یک، اولیش شد یک بار، بقیه شدن صفر، انتهای قطار که صفر شده بود یه دونه یک جای گذاشت. یه دونه قطار دو عنصره دارم، این قطار یک یک صفر تبدیل می شود دوباره به یک بار صفر یک، این هم در اینجا ارزش سه داره، یک چهار منهای یک هم میشه بعد سه. و چون عدد بدون علامت گویی تعداد بی نهایت صفر اینجاست بالا سرش، این میشه یه داره قطار یک دونه ای از یک ها، این قطار یک دونه ای تبدیل میشه بعد به یک بار یک. درست شد؟ این تیکه مساویه این چیز، این تیکه مساویه یک اون چیز. اگر این عدد علامت دار باشه چی؟ اگر این عدد علامت دار باشه قسمت پایینش همون شکل خواهد داشت،
قطار بعدی دوباره می شود یک بار 0-1، ولی در حالت علامتدار 1-1-1-0-1-1-0-1 این یکه گویی تا بی نهایت میره. این قطاره کافی عنصر اولش یک بار بشود، کاری به بقیهش نداشت، این قطار هیچگاه تمام میشه. درسته؟ یعنی ما رو برده تو دیجیت ست صفر و مثبت منفی یک روش یونیک انکودینگ درست کرده. در روش تبدیل هم بر اساس اینکه عدد علامت داره بدون علامت باشه کاملا تکلیف روشنه که بایستی چیکار. درست شد؟ تا اینجا کار روشنه. خب حالا زیبایی کار اینجا استخراج میشه. فرض بفرمایید که من میخوام عدد آ رو ضرب در بی کنم و بی این دفعه به صورت بوس انکودد باشه. در این صورت بی آی متعلق است به مجموعه صفر مثبت یک و منهای پارشیال پروداکت متنازل چی میشه؟ میشود صفر مثبت آ و منهای آ. ولی اگر من بخوام آ رو ضرب در بی بکنم بی هم بوس انکودد باشه ولی بخوام ضرب در پایه دو به قوه دو باشه، یعنی هر لحظه میخوام بی دو آی و بی دو آی به علاوه یک رو نگاه کنم. این چند تا حالت داره؟ بوس انکودده. دیجیت ست سه تاست، میشه چند تا؟ زمان ما سه ست تا میشد نه تا. صفر 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 یک صفر یک بار، یک صفر یک 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 بار، یک بار صفر یک بار یک یک بار یک بار. در این صورت پارشال پروداکت متناظر چی میشه؟ پی پی دو آی چی میشه؟ اینجا میشه صفر، صفر یک میشه چی؟ میشه خود عدد آ. صفر منهای یک میشه منهای آ. یک صفر میشود دو آ. یک یک میشود سه آ. یک یک بار این ارزشش هست دو، منهای یک میشه آ، منهای دو میشه منهای دو، منهای دو تا و یکی میشه منهای آ و یک یک میشه منهای سه. ولی سوال، آیا این دو حالت میتونه رخ بده؟ اگه عدد بوس انکودد باشه، عدد کلی در دیجیت ست صفر مثبت منفی یک می تواند دو تا یک پشت سر هم یا دو تا یک بار پشت سر هم داشته باشه، ولی اگر انکودد شده باشه از طریق بوس امکان این که ما دو تا یک پشت سر هم یا دو تا یک بار پشت سر هم داشته باشیم وجود داره؟ آره یا نه؟ دو تا یک قطعا نداریم، چون اگه دو تا یک باشه معلومه اون قطاره رو درست ندیدیم، قطاره رو درست هندلش نکردیم. دو تا یک بار همچی هیچگاه رخ نمیده، برای اینکه یک بار کجا تولید میشه؟ انتهایی که قطار تمام میشه. وقتی قطار تمام بشه یه دونه یک بار میگذاریم، بعد از این یا صفره یا قطار جدیده. اگه صفر باشه که صفره، اگر قطار جدید باشه یک جدیده. درسته؟ اگه قطار جدید باشه عذر میخوام،
یک بار رو در اول قطار میگذاریم، یک بار رو در اول قطار میذاریم. وقتی یک بار رو در اول قطار گذاشتیم، قطعا قبل از یک بار صفره. این صفر یا ناشی از تعدادی از صفراست، یا ناشی از یک دونه صفر پایان قطار قبلی که اون حتما میشود یک. لذا امکان وقوع یک یک و یک بار وجود نداره. پارشال پروداکت چی شدن؟ شدن صفر. مثبت و منفی آ که تولیدش راحته، مثبت و منفی دو آ که تولیدش راحته، دیگه هیچ جایی از سه آ اینجا وجود نداره. برای اینکه شما این رو ببینید، بیاید تولید پارشال پروداکت و انکودینگ بوست رو با هم دیگه قاطی کنیم. ما اینجا فرض کردیم که بی دو آی و بی دو آی به علاوه یک بوست انکودد هستند. بعد اومدیم گفتیم دو تا رخ نمیده. بیایم یه جور دیگه به قضیه نگاه. بیایم فرایند انکودینگ و فرایند پارشال پروداکت رو با هم دیگه یکی کنیم. ما بالاخره عدد رو قبل از انکودینگ در اختیار داریم دیگه. به جایی که بیایم یه مرحله انکود کنیم بعد تبدیل کنیم، یک کاسه این کارو پیش بریم. نشون میدهد که ما یه لحظه احتیاج داریم که بر رقم قبلی هم داشته باشه. من میخوام کماکان پارشال پروداکت رتبه دو آی رو ببینم. این چند حالت داره؟ ترکیب بی دو آی منهای یک، بی دو آی و بی دو آی به علاوه چند حالت داره؟ نه دیگه، اینجا خود عدده، اینجا دیگه هشت حالت داره. قبل از انکودینگ بی آی قبل از انکودینگ، اینجا اینها بوس انکودد هستند. صف 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 یک صف یک صف صف یک 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 صف 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 یک 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 صف یک یک یک. اگه این هر دوتا صفر باشه، قبلی هم صفر باشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که من وسط یک قطاری از صفرم. من وسط یک قطاری از صفر را هیچ اقدامی لازم نیست انجام بدم، کد می شود به صفر. پس پارشال پروداکت اینجای من صفر. ولی اگر رقم قبلی یک باشه، الان دوتای جاری صفر باشن، معنیش چیه؟ معنیش این است که یک قطار یکی اینجا تمام شده. این قطار یکی که اینجا تمام شده به من اینجا چه مقداری میده؟ یک میده دیگه. پس یک ضرب در آ پارشال پروداکت من میشه آ. درسته؟ اگر من صفر باشم، سپس یک باشه و سپس صفر باشه، این نشون میده یه دونه قطار شروع شده و تمام شده. درسته؟ شروع شده و تمام شده، ارزشش هم هستش یک. پس این هم میشود دوباره آ. اگر باشد یک یک صفر، این نشون میده یک قطار در رتبه دو آی به علاوه یک داره تمام میشه. درست شد؟ پس من بایستی در اینجا یک دونه یک بذارم، بقیه همه هم صفر کنن. یه دونه یک در اینجا ارزش عدد رو میکنه دو. صفر صفر یک به من میگوید در رتبه دو آی به علاوه یک یه دونه قطار یک داره شروع میشه، بالاخره چند قدم جلوتر تمام میشه. وقتی که میخواد شروع بشه در این رتبه، من بایستی یک بار بگذارم. گذاشتن یک بار در اینجا کل این دو بیت رو ارزشش چقدر میکنه؟ میکنه منهای دو. یک صفر یک به من چی میگه؟ میگه قطار قبلی تمام شده، پس اینجا بایستی یک باشه. یه قطار هم میخواد شروع بشه، پس اینجا بایستی باشه یک بار. در رتبه صفر یکه، در رتبه یک یک باره. یک با منهای دوتا میشود منهای آ. صفر یک یک به من چی میگه؟
به من میگه یک دونه قطار یک اینجا داره شروع میشه، پس اینجا من بایستی یک بار رو بگذارم، این میشه منهای آ. و یک 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 میگه من وسط یک قطارم. پس به جایی که ما عدد رو بریم بوس انکود بکنیم، سپس پارشال پروداکت رو استخراج کنیم، سپس تحلیل بکنیم که سه آ و منهای سه آ نداریم، اگه این فرآیند مستقیم انجام بدیم، عدد رو داریم پس ذهنمون بوس انکود میکنیم و پارشال پروداکت متناظرش رو استخراج میکنیم، میبینید که اصلا حالت سه آ و منهای سه آ رخ نمیدهد. آنچه که داره رخ میده صفر، مثبت منفی آ و مثبت منفی دو آست که تولیدش خیلی ساده است. روشنه تا اینجا؟ کامپلیمنت کنیم یه عنصر اینجا اضافه میشه. بله، اگر داریم جمع رو به صورت سریال انجام میدیم، اون مداری که اونجا میذاریم جمع کننده تفریق کنندهش تفاوت زیادی نداره، درسته؟ جمع کننده تفریق کننده این است که بی رو کامپلیمنت کنه، کره این رو صفر و یک بکنه، درست شد؟ فرایند جمع جدیدی اضافه نمیشه، داریم جمع یا تفریق میکنیم. اگر داریم به صورت پارالل انجام میدیم، این نگیشن یه سری نقطه اضافه میکنه، درسته؟ چون منهای دو آ یا منهای آ، یعنی این که آ و دو آ رو کامپلیمنت بکنین با یک جمع کنین، تو اون زوزنقه نقاطتون یه نقطه اضافه میشه، کامپریشن ما رو یه خود پیچیده میکنه، ولی نه به اندازه یه جمع کامل. نگرانی شما کاملا درسته، ولی با این اصلاح ما داریم از یه جمع کننده تفریق کننده استفاده میکنیم، ولی به هر حال سرعتمون شده دو برابر، یعنی به جای n تا پالس ساعت شده n دوم پالس ساعت، و به ازای n تا پارشال پروداکت شدیم n دوم پارشال. خب اجازه بدید که من ترجیح میدم یه مثال روی این بزنم که این قضیه کاملتر روشن بشه. فرض بکنین عدد 1100 0100 رو میخواییم ضرب کنیم در 1 0 1 1 1 0 1 0. هر دو عدد هم علامت دار هست، خب این مقدار قشنگ نیست، اینو بکنیم 0 1 1 0 1 1 1، اینو بکنیم 1 1. پارشال پروداکت های من چی میگه؟ ترکیب 1 0 به من چی میده؟ این رتبه منهای 1 اولین عدد 0ه، قرار شد ابتدای کار 0 بگذاریم. 1 0 چه به من میگه؟ میگه 1 0 0 هم بایستی منهای دو آ بگذارم. این 0 1 به من چی میده؟ 0 1 که رتبه پایینش 1 باشه، 0 1 که رتبه پایینش 1 باشه به من میدهد دعا. این در رتبه 0، این در رتبه 4، این اشتباه نشه. 1 1 که پایینش 0 باشه چی میگه؟ 1 1 که پایینش 0 باشه به من میدهد منهای آ. و 1 1 که پایینش 1 باشه به من میدهد 0. درست شد؟ پس من چیزایی که بایستی جمع بکنم منهای دو است. این عدد بخواد ضرب در دو بشه، یه 0 پایینش میخواد، 0 0 1 0 0 0 1 1، این بایستی منها بشه، درست شد؟ من این عدد اونورتر بنویسم که این وقتی شیفت پیدا میکنه خراب بشه. پس این مقدار
دو آش یه صفر اینجا داره، صفر صفر یک صفر 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 یک یک، این بایستی منها باشه. این مقدار دو آست و در رتبه چهار، پس می شود یک دو سه یک یک دو سه یک یک، این بایستی جمع بشه. بعدی هم منهای آست، یعنی صفر. ببینید من اینجا دو تا شیفت دادم به سمت چپ، برای اینکه چی؟ عامل دوم رتبهش چهاره. اگر آرم مساوی، اگه ضربم در پایه دو بود، این زوزنقه یه پله یه پله می اومد سمت چپ، ولی الان ضربم در پایه چهار، دو پله دو پله داریم. و منهای آ یعنی صفر، پس اینجا هم دوباره دو تا مقدار خالی گذاشتم. این مربع صرفاً یه دونه لوکیشن رو داره نشون میده، صفر صفر یک صفر 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 یک یک، این هم بایست منها بشه. آخری هم که مساوی صفر. چون عامل اول علامت داره، عددهای قبلی بایستی ساین اکستند بشه. پس فراموش نکنیم که من بایستی اینجا به اندازه کافی ساین اکستند بکنم. سه تا اینجا ساین اکستند کردم، یه دونه اینجا ساین اکستند کردم، همه عددها هم رتبه شد. یعنی اون قاعده کلی که عامل اول بر اساس اینکه ساین آن ساین بشه، حضورش در عملیات جمع با ساین اکستنشن یا با زیرو اکستنشن سعی جای خودش برقراره. یعنی ما یه سری آ دو آی داریم میخواد با همدیگه جمع بشه که اینا بر اساس این که بدون علامت بشن با یه سری زیرو اکستنشن بشن، علامت دار بشن، ساین اکستنشن بشن. هیچ ربطی هم به تولید پارشیال پروداکت ها و کنترلش توسط بی نداره. بی هم به شکل خودش داره کد میشه. حالا اگه بخوام جمع انجام بدم، اجازه بدید من منها رو سریعاً کامپلیمنت کنم و یکش رو بگذارم. اگه بخوام کامپلیمنتش کنم، این چه رنگیه؟ بخوام کامپلیمنتش کنم، ببخشید. بخوام کامپلیمنتش کنم، این صفر تا یک سر جای خودش میمونه. این میشه یک، 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 صفر، 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 صفر. برای این نقطه ما یه دونه یک اینجا داره. درسته؟ نه نه نه، این اصلا مستقیم توز کامپلیمنت شد، ببخشید. این هم بخواد مستقیم توز کامپلیمنت بشه، تا اینجاش دست نمیخوره. اینجا میشه یک، اینجا میشه یک، اینجا میشه یک، اینجا میشه صفر، اینجا میشه صفر. اگه اشتباه جمع کرده باشم، اینا چندن؟ این هست منهای دانه، این هستش صفر یک صفر یک، این میشود ده. این هستش صفر صفر یک 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 یک، سه شونزده تا چلا هشت تا فکر کنم بشه شست، منهای شست. پونزده چهار تا شست. آیا این حاصل مساوی ششصده؟ ششصد دیویست پنجاه و ششصد داریم. چرا؟
یه خود زیاده. یک 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 و یک صفر یک صفر یک و یک صفر یک و یک صفر اینجا میشه صفر، اینجا میشه صفر یک و یک و یک. فکر میدارم نتیجه این باشه که ایشالله مساوی 600. بقیهش با شما. این از الگوریتم مربوط. آدم تمکار اگر بخوایم پایه رو از 4 ببریم 8 اتفاق میفته، یعنی سبیت سبیت استخراج بکن. قبل از اینکه هیچ اقدامی انجام بدیم چه پیش بینی میکنید؟ چی؟ چرا؟ خب نمیتونی مثل اینجا حذفش کنی؟ خب دیجیسته تو چیکار بکنیم که این اتفاق بیافت؟ چی؟ خب منهای 2 تا 2. آیا پایه 8 رو میتونیم منهای 2 تا 2 نمایش بدیم؟ برای دیجیست پایه 8 دیجیستمون حداقل چند تا باید داشته باشه؟ حداقل باید 8 تا باشه. بهترین رنج ما چیه؟ منهای 2 تا 2. این میشه منهای 2، منهای 1، 0، 1، 2 میشه 5 تا. به هر شکلی که من اینو توسعهش بدم، بگم 0 تا 7 یا منهای 4 تا 4 تولید 3A و 5A و احتمالاً 7A توش میافت. روشنه چی دارم میگم؟ دوباره از اوناست که کله به هیچ طرف تکون نمیخوره. اگر من بخوام پایه رو به جای آر مساوی 4 که تونست تعداد پارشال پروداکت های من رو نصف کنه، بیام طمع بکنم پایه رو ببرم 8 یا پایه رو ببرم 16 که تعداد پارشال پروداکت های من 1/3 بشه یا 1/4 بشه، لازمش این است که در پایه 8 یا پایه 16 یه دیجیت ستی درست بکنم که این دیجیت ست دارای عرض به خدمت شما 0 باشه، به اندازه 8 یا 16 تا دیجیت داشته باشه و عواملی داشته باشه که تولیدش سخت نباشه. چون تولید 3A، تولید 5A، تولید 7A، حتی تولید 6A برای ما سخته. آنچه که برای ما راحته تولید A، تولید 2A و تولید 4A. از اونجایی که یه همچین دیجیت ستی وجود ندارد، لذا یه همچین عملیات ضربی غیرمون در واقع نشدنی است که ما بتوانیم بریم پایه 8 یا بریم پایه 16 و بتوانیم پارشال پروداکت رو بدون زحمت رو آن فلای تولید کنیم با هم دیگه جمع کنیم. نتیجه بحث این است که بهترین ضرب کننده از نظر تعداد پارشال پروداکت ها ضرب کننده مبتنی بر بوس انکودینگ. بعد از آر مساوی 4 شما توقع ضرب کننده ای که تعداد پارشال پروداکت هاش کمتر از این باشه نباشی. درست شد؟ این از اینجا. جلسه قبل مفصل در مورد این که ضرب کنندمون رو بخوایم به صورت پارالل پیاده سازی کنیم صحبت کردیم. بر اساس اینکه اعدادمون علامت دار و بدون علامت داشت و حالا بر اساس اینکه پایه ضربمون 2 یا 4 باشه، تعداد n یا n دوم پارشال پروداکت داریم که جنسشون رو نباید فراموش بکنیم. پارشال پروداکت ها خود اعدادشون یا عرض به خدمت شما بدون علامتن یا با علامتن که اگر علامت دار باشه موقع جمع کردن بایستی حتما ساین اکستندش بکنی. آخرین پارشال پروداکت هم بر اساس جنسش ممکنه مثبت یا منفی باشه.
اگر پارشال پروداکت ها در بر اساس بوس انکودینگ تولید شده باشن که هر کدوم از اونها میتوانن مثبت یا منفی باشن، این تا حالا تا اینجا رو دید، این منجر میشود به تعدادی نقطه توی اون ساختار داتمون، اینها بایستی با هم بیان در چند مرحله توسط فول ادر و هاف ادر کامپرس بشن، برسن به دو تا عدد، دو تا عددی که با هم جمع بشن حاصل به دست بیاد. اصل کاری در دسته قبل در موردش بنز کافی صحبت کرد. نکرده دیگه، من فقط اثر پارشال تولید پارشال پروداکت رفتم عوض کردم، ولی پارشال پروداکت باید با هم جمع بشه دیگه، درسته؟ ببینید من اینجا رفتم عدد رو انکود کردم، بعد پارشال پروداکت رو استخراج کردم. این جدول جدول کلیدیه، این جدول جدول کلیدیست، بر اساس این مستقیما پارشال پروداکت رو استخراج میشه. این پارشال پروداکت رو با هم جمع بشن یا به صورت سریال یا به صورت پارالل. اگه بخواد به صورت پارالل باشه، هر کدوم از این پارشال پروداکت‌ها یه سری نقطه هستن که حالا بایستی جمع یا تفریق بشه. اگه بخواد تفریق هم بشه، بایستی کامپلیمنت بشه، یه پارشال پروداکت برای منفی شدن در اونجا اضافه بشه. ولی اگر بخوایم عملیات رو به صورت سریال انجام بدیم، انجام عملیات به صورت سریال یعنی این که من این تا پارشال پروداکت یا این دوم پارشال پروداکتی که تولید شده است رو در این پالس ساعت مستقل یا این دوم پالس ساعت مستقل با همدیگه جمع بکن. برای این منظور بیاد به یه مداری به این شکل نگاه کن. فعلا فرض بکنید که آ و بی هر دو بدون علامت هستند و یادآوری میکنم که LSB نتیجه از اولین پارشال پروداکت استخراج میشه، دو تا بیت پایینی از حاصل جمع دو تا پارشال پروداکت اول تولید میشه. در واقع پارشال پروداکت های ما یه همچین زوزنقه هستن که در رتبه پایینش فقط یه پارشال پروداکت حضور داره، در رتبه بعدی فقط دو تا حضور داره، در رتبه بعدی سه تا حضور. لذا من حاصل ضرب آرام آرام که حساب میکنم، میتونم برم یه گوشه نگهداریش بکنم و حفظش بکنم، وارد عملیات نکنم. یه دونه جمع کننده این بیت در نظر بگیرید. با یک تونه رجیستر 2 ام بیت مقدار اولیه اینجا رو بگذاریم صفر، اسم این رو هم میذاریم رجیستر پی و در اینجا مقدار اولیهش باشه آ. این مدار تولید پارشال پروداکت منه که میتواند بی یا صفر رو اینجا تولید کنه. قرار چه اتفاقی بیفته؟ قرار است که من بیت پایینی این رجیستر بزرگ رو به عنوان عامل کنترل کننده اینجا ارسال کنم. در گام اول چه اتفاقی میفته؟ آ صفر میرود اینجا پارشال پروداکت صفر رو تولید میکنه. پارشال پروداکت صفر رو که تولید کرد، در اینجا بی یا صفر رو در اینجا گذاشت. این مقدار هم صفره. در اولین قدم داریم رجیستر پی رو، قسمت پایینش رو،
با بی یا صفر به عنوان پارشال پروداکت صفر جمع میکن. این حاصلی که میاد اینجا چند بیته؟ ام بیت. این رجیستر ان بیت، این رجیستر هم ان بیت. حاصلش در ان بیت که بخواد بنشینه ممکنه آورفلو کنه. من لازم هستش که کری اوت رو هم نگاه کنم. این جناب کری اوت که یک بیته و این ان بیت کنار هم دیگه چه مفهومی داره؟ بیت پایین پایین این عبارت است از بیت پایین پارشال پروداکت صفر که دیگه استخراج شده، من میتونم کنار بگذارمش. بیت پایین آ در کل بی من جمله بیت پایین بی ضرب شده، ضرب شده تو بایه دو یعنی اند شده، با صفر جمع شده میشود نتیجه حاصل ضرب بیت اولش. این یک بیت، همزمان این دقت بکنید که این لوکیشن آ دیگه وظیفه خودش رو انجام داده و کارش انجام داده تمام شد. این یک بیت میتواند بیاد در قسمت رجیستر آ بنشینه و من عملیات رو با صفر و اینه به علاوه یک بیت ادامه بدم. اجازه بدید من این کل این رو با یک دونه شیفت به سمت راست نمایش بدم و در اینجا ضبط. پس در هر گام این رجیستر الان دیگه چی داره؟ این رجیستر الان اولین پارشال پروداکتی که آمده رو یک مرحله هم به سمت پایین شیفت داده، لذا هر هم رتبه شده با چی؟ هم رتبه شده با پارشال پروداکت بعدی که بخواد ضرب بشه و جمع بشه. به عبارت دیگه فرض بفرمایید که این پارشال پروداکت صفره، این پارشال پروداکت یکه و این پارشال پروداکت دو. من در گام اول دارم این مقدار رو با رجیستر صفر جمع میکنم، این رجیسترش رو دیگه نگهداری نمیکنم، کلش رو که به سمت پایین شیفت بدم هم رتبه رجیستر بعدی میشه، هم رتبه پارشال پروداکت بعدی میشه. ببینید شما در هر کلاک هم میتونید پارشال پروداکت رو به سمت بالا شیفت بدید، هم میتونید هم ارزش حاصل رو به سمت راست شیفت بدید، رتبهش رو کم بکنید. وقتی عدد رو میارید پایین رتبهش رو کم میکنید، بیت هایی که اونجا هستن جزو تعیین تکلیف شده هایی هستن که دیگه نقشی ندارن. معنی این است که شما یه مرزی از عدد دارید که وارد این رجیستر آ میشه. در گام آخرم آ دور ریخته شده، وظیفه‌شو انجام داده، این دو ام بیت میشه رجیستر. پس گام بعدی ما داریم این دو تا تیکر رو با هم جمع میکنیم، بعد میایم این دو تا تیکر رو با هم جمع میکنیم، بعد میایم این دو تا تیکر رو با هم دیگه جمع میکنیم. من فرض گذاشتم برای اینکه هر دو تا عدد بدون علامت باشه، بر اساس اینه که هر کدومشون علامت دار یا بدون علامت باشن وظایف قضیه فرق میکنه. مثلا اینجا ممکنه یه ساین اکستنشن لازم باشه، در مرحله آخر یه تفریقی لازم باشه و قصه هست. بیاید یه مثال کوچکی هم من برای این بزنم، برای اینکه یه مقداری پیچیدگی خاصه به خودش رو داره. فرض بفرمایید رجیستر بی باشه 1 0 0 0 0 1. رجیستر پی مقدار آ رو هم فرض بکنید باشد همین عدد. پس رجیستر پی بعد از ریست قرار شد قسمت بالاش صفر باشه، 1 2 3 4 5 6 7 8
قسمت پایینش باشه آ، یک صف یک صف صف یک صف. این مرز چیه؟ این مرز اون قسمتی از نتیجه است که یواش یواش داره تو رجیستره در قسمت پایینی رجیستر پی رسوخ میکنه، آ رو داره میندازه دور. من برای اینکه بین این دوتا فاصله گذاشته باشیم و با هم قاطی نشن، یه همچین مرز کذایی رو اینجا نمایش. خب عاملی که در تولید پارشیال پروداکت شرکت میکنه چیه؟ این یک است، درسته؟ لذا پارشیال پروداکت تولید شده. اگه من اسم این نقطه رو بذارم پارشیال پروداکت، پارشیال پروداکت تولیدی در اینجا چه خواهد بود؟ خواهد بود خود عدد یک سه، ببخشید خود این عدد. اجازه بدید اگه این دوتا رو عوض کنیم که اینو میکنیم صفر یک صفر یک یک صفر یک صفر. خود این عدد یعنی چی؟ یعنی صفر یک صفر یک یک صفر یک یک. خروجی جمع کننده چیه؟ ورودی جمع کننده که مشخص این قسمت بایت پرارزش رجیستر بیه. خروجی جمع کننده چیه؟ وقتی این صفره با این پارشال پروداکت جمع بشه. پس می شود صفر یک صفر یک یک صفر یک صفر. کری آوتش هم صفره. یعنی این جمع کننده ام بیت من بایستی به من n به علاوه یک بیت بده. دو تا عدد ام بیتی n به علاوه یک بیت حاصلشون هست. اگه شما n بیتش رو نگاه کنید دارید اشتباه. وقتی پالس ساعت زده بشه چه اتفاقی میفته؟ این مجموعه کلش به سمت راست شیفت پیدا میکنه و در رجیستر پی میشه. قسمت پایین رجیستر پی هم داره به سمت راست شیفت پیدا میکنه. به عبارت دیگه این آ صفر اینجا وظیفه خودش رو انجام داده، دور انداخته شده و جای خودش رو از قسمت بالا داره به چی میده؟ به اولین دیجیتی که به اولین بیتی که تعیین تکلیف شده است. لذا این مجموعه می شود صفر صفر یک صفر یک یک صفر یک. این هشت بیتمون. این صفر حاصل چون صفر در یک قطعا حاصلمون صفره. این مرز بین حاصل نهایی و رجیستر آ یک صفر یک صفر صفر یک صفر. پارشال پروداکت تولیدیمون چی؟ پارشال پروداکتمون در اینجا صفره. لذا خروجی جمع کننده چه خواهد بود؟ خروجی جمع کننده خواهد بود صفر کری آوت صفر صفر یک صفر یک یک صفر. میخوای بری یه آبی به صورتت بزنی بقیه چهار تا ایشالله دیگه ما زایش کنیم؟ بادو این مقدار این جناب یک اینجا جزء به قسمت تعیین تکلیف شده است، پس میره تو قسمتی که دیگه وارد عملیات جمع نمیشه. این جناب صفر اینجا هم قسمتی از آس که نقش خودش رو ایفا کرده میتونه دور انداخته بشود. لذا حاصلی که میشه این مقداره میشود صفر 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 یک صفر یک یک صفر. این هشتیت بالا یک و صفر بعد از دو مرحله دو بیت تعیین تکلیف میشن دیگه، کاملا هم طبیعیه. سپس مرز بین عدد، یه مرز فرضی آب تو هاردور هیچ چیز خاصی نیست، و عدد که یک صفر یک صفر صفر یک.
پارشال پروداکتمون در اینجا می شود خود عدد آ 0 1 0 1 1 0 1 0 و خروجی جمع کنندمون میشه چی؟ خروجی جمع کنندمون هستش 0 1 0 1 1 0 1 0 به علاوه این مقدار 0 0 0 1 0 1 1 0 می شود 0 1 و 1 0 1 و 1 یک و یک صفر، یک و یک صفر، یک و یک صفر، سه تا یک میشه یک، 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 صفر. این هست شیش و ده میشه شونزده، این پنج و یک، شیش و یکی هفت. کری آوت هم نداری. پس، این صفر کری آوت، صفر سه تا یک چهار تا صفر که یه صفرش میره تو قسمت تعیین تکلیف شده و یک صفر یک صفر صفر قسمتی از آس که باقی مونده. سه بیت از آخر نتیجه اینجا تعیین تکلیف شده همزمان این که آ هم سه بیتش نقش خودشون رو ایفا کردن دور انداخته شدن. درسته؟ بر اساس این پارشال پروداکت صفره لذا حاصل جمع برابر است با صفر در واقع کری آوت صفر 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 یک 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 صفر صفر صفر. وقتی عدد بنشینه و شیفت پیدا کنه می شود یک دو سه یک دو سه دو تا صفر یه صفر اینجا صفر یک صفر اینجا و یک صفر یک صفر اینجا. چهار بیت تعیین شدن، چهار بیت نقش خودشون ایفا کردن و دور ریخته شدن. اینجا مجدداً پارشال پروداکت صفره لذا حاصل جمع دوباره با کری آوت صفر یک و دو و سه یک و دو و سه صفر صفره. وقتی بیاد و شیفت پیدا کنه می شود یک دو سه چهار یک یک صفر 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 یک صفر مرز عدد و حاصل ضرب یک صفر یک. پارشال پروداکت صفر یک صفر یک یک صفر یک صفر. خروجی جمع کننده چیه؟ هست صفر یک صفر یک یک صفر یک صفر پارشال پروداکت و این عدد یک دو سه چهار یک دو سه صفر صفر یک و یک صفر یک و یک صفر سه تا یک یک صفر یک یک صفر ده از چهارده میشه بیست و چهار پنج میشه شش اینم میشه هشت. کری آوتمون هم صفره ازا صفر صفر یک یک صفر یک یک دو صفر صفر صف صف یک صف مرز یک صف. یه دو استپ دیگه مونده که استراب بگیریم ببینیم حاصل ضربمون درسته یا مثل اونجا آبرومون میاد. صفری که بخواد پارشال پروداکت تولید کنه صفر. خروجی جمع کننده میشود صف 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 یک یک صف یک صف صف. اگه اون مقدار بیاد اینجا می شود یک و دو و سه یک یک صف یک صفر نه صف 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 یک یک صف یک بعد صفر چه؟
این صفر 1 2 3 4 تا صفر از قبل، 1 0 و 1. پارشیال پروداکتمون میشود 0 1 0 1 1 0 1 0. حاصل جمعمون چیه هستش؟ 0 1 0 1 1 0 1 0 جمع بشه با این مقدار 3 تا 0 1 1 0 1 0. این می شود 1 و 1 و 0 و 1 و 0 0. و 0 1 با یه 0 carry out. ازا حاصل کل قرار است باشد 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5 1 0. یه عدد چنده؟ 165 نه؟ 10 میشه 10 تا 16 تا 165 تا 165 تا. این عدد چنده؟ 90. 90 در 165 میشه چند؟ 3. امش میخوره اینقدر باشه؟ چی؟ نو پنج تا 45 تا، نو شش تا 54 تا 58 تا، 14850 تا. شما یه خود چیز حیثیتی باید حساب کنید. 3 ضرب در 16 به علاوه 10 ضرب در 16 ضرب در 16 به علاوه 2. این هم همون میاد. درست شد؟ اگه بیمون ساین بود باید چیکار میکردیم؟ چی؟ به دلیل غیبت شما در جلسه قبل توقع ندارن جواب درست بدین. نه بی بی ساین باشه، نه آ بی ساین باشه. بایستی تو هر مرحله به جای شیفت ساین اکستند کنیم، قبول. ولی یه کار دیگه هم باید بکنیم، یعنی به این جمعه چند بیتی میشه؟ چی؟ چرا؟ ببینید این عدد ما n بیته، این عدد ما n بیته. تو سیستم آنساید میدانیم دوتا عدد n بیت با هم دیگه جمع بشن میشن n به علاوه 1 بیت، و n به علاوه 1 بیت رو میدونیم که از کری آوت میاد. ولی تو ساین میدونیم یه همچه اتفاقی نمیافته. پس وقتی من بخوام این عدد رو و این عدد رو با هم دیگه جمع کنم، چون میدونم احتمالاً عدد در n بیت جا نمیشه و آورفلو میکنه، آورفلو بکنه که من نمیتونم بشینم اینجا سر هزار هزار گریه کنم، ضرب انجام نده چون وسیله کار آورفلو کرده. قبل از اینکه این کارو بکنم بایستی این بیت عدد رو 1 بیت ساین اکستند کنم، این عدد رو هم 1 بیت ساین اکستند کنم، n بیت عدد رو بکنم n به علاوه 1 بیت. اینجا حاصل n به علاوه 1 بیت دارم. در این حالت کری آوتش هم ارزشی نداره که نگاه بکنم. درست شد؟ درست شد یا نشد؟ بعضی از چشما هنوز. یه بار دیگه، این عدد چند بیته؟ n بیت ساینده. این عدد هم n بیت ساینده.
دو تا عدد n بیت ساین اگر بخوان سالم بدون اورفلو جمع بشن بعد چه اتفاقی بیفته؟ بایستی از اول قبل از اینکه عملیات جمع و انجام بدهیم بایستی یک بیت اضافه بکنیم عملیات جمع و انجام بدهیم، برای اینکه اگر با n بیت جمع بکنیم حاصل اورفلو بدهد در حالت ساین عدد قابل بازسازی نیست، برخلاف حالت آنساین که من کری آوتو میزنم بغل دستش عدد بازسازی شده. درست شد؟ پس اگر عدد بی سایند باشه در این صورت این جمع کننده میشه اینه به علاوه یک بیت، مشخصا کری آوتش دیگه ارزش نداره و چون این عدد این بیت خالصش ما یک بیت ساین اکستندش کردیم، این عدد هم این بیت یک بیت ساین اکستندش کردیم، مطمئن هستیم که اورفلو رخ نمیدهد. اگه وسط کار اقدامی بکنیم که اورفلو رخ بده غیر از اینکه کل سیستم رو روش خط بکشیم هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. درست شد؟ و اگر آ ساین باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر آ ساین باشه بایستی در آخرین مرحله با همه قصه هایی که گفتیم در آخرین مرحله به جای جمع کردن بی رو تفریق بکنیم، یعنی این جمع کننده ما به جایی که جمع کننده باشه یه دونه جمع کننده تفریق کننده باشه. چرا؟ چون عدد آ این رتبهش ارزشش منهای یک، صحبتی که شما کردید. یه حالتی هم میتونیم تصور بکنیم که عدد آ ساین باشه بی آن ساین باشه هم دوباره همین اتفاق میفته، بالاخره عاملای ضرب رو میتونیم جابجا کنیم ولی این نمیتونه همونجا رخ بده همینجا میتونه رخ بده. ساختار کلی مدار این گونه است ولی این جزئیات رو باید در نظر بگیریم. اگر بخوایم این ضرب کننده بوست باشه چی؟ اگه بخواد ضرب کننده بوست باشه، اول از همه من این ارقامی که دور میریزم یه رقمش رو احتیاج دارم برای بوسن کدینگ، پس اینا رو قبل از دور ریختن بایستی یه رقمش رو اینجا نگه دارم، تازه این سه رقم بایستی برن یه دونه بوسن کدر بیاد پانشار پروداکت درست بر اساس این سه بیت بیایم اینجا مثبت و منفی آ مثبت و منفی دو آ و صفر رو جنریت بکنیم بر اساس ببخشید چرا آ اینجاست به اینجاست، مثبت و منفی بی مثبت و منفی دو بی و صفر رو اینجا جنریت کنیم و برای عملیات جمع هم بایستی به اندازه کافی دقت بکنیم که عرض به خدمت شما اورفلو رخ ندهد. خود بی و دو بی میشن n به علاوه یک بیت، اینا ساین هستن چون دارن با هم جمع میشن یه بیت کمکی باید بذاریم، جمع کننده هم میشه n به علاوه دو بیت، ولی هر دفعه دو بیت اینجا که استخراج شده میره در قسمت نتیجه و هر دفعه باید دو بیت به سمت راست شیفت بدیم. هر دوتاش یه مفهوم داره دیگه، مفهومش یه که ولی سخت افزاران خیلی فرق داره. اتفاقا سخت افزاران فرق نمی کنیم، کلمه جدیدیست که شما امروز ساختین. بالاخره ما اینجا بایستی یه عامل کامپلیمنت بذاریم و اجازه بدیم کری این یک بشه، یا اسم این رو شما بذارید مثبت و منفی، اسمش رو بذارید ادساب، واقعا فرق با هم نمی کنه. ما برای تفریق کردن این گونه نیست، اینجا یه تفریق یه دونه نگیتور بخوایم اینجا بگذاریم، این نگیشن تو دل همین انجام میشه. حالا این صحبت ایشون شاید تذکرش بد نباشه که این جمع کننده میشه n به علاوه دو بیت ادر سابستراکتور، برای اینکه به ازای منهای آ و منهای بی و منهای دو بی بایستی عملیات تفریق انجام بده. نکته دیگری هست؟ آنچه که وارد عملیات میشه از نظر جنس خودش n به علاوه یک بیت، چون دو بیه n به علاوه یک دیگه، خود بیست که یه بیت یه صفر گذاشتیم پایینش و این ساینده، n به علاوه یکی با n به علاوه یکی میخواد بدون وقوع سرریز با هم جمع بشه، پس بایستی این ساین اکستند بشه، این ساین اکستند بشه، سپس وارد جمع کننده بشه، بذار میشه جمع کننده تفریق کننده n به علاوه دو بیت.
بله. الا اینکه بریم به سمت چیز، الا اینکه بریم به سمت کلان پارادایم، تی سایکلمون بزرگتره. به خب من دو تا پروژه اینجا معرفی کنم، بعد بگیم دوربین رو خاموش کنن که حرفی که نباید ضبط بشه رو ما به شما بگیم. تو پروژه شماره یک از شما میخوایم که یک دونه ضرب کننده سریال دو تا عدد سایند رو در 17 پالس ساعت درست کنید. معنیش این است که شما مجبورید پشت صحنه بوسنکودینگ کنید، درسته؟ آ و بی هم هر دوتا عرض به خدمت شما سایند هستند. قرار ما با شما این خواهد بود که در واقع به ازای این پروژه شما یه شرح دقیق تر از پروژه با ایمیل از من خواهید گرفت که دقیقاً اسم ماژول چی باشه، اسم پورتاش چی باشه، که ما وقتی میخوایم اینو وارد تست بنچ بکنیم و تست بکنیم اینگونه نباشه که هر کسی یه مدار تحویل داده باشه. پروژه شماره دو که فعلا اختیاری است، تو پروژه شماره دو دو تا عدد 12 بیت بدون علامت هستند که شما به صورت موازی پارشال پروداکتش رو تولید میکنید، کامپرس میکنید با فول ادر هاف ادر، دو تا عدد آخر رو با هم دیگه جمع میکنید. اینی که شما اینها رو بوس انکود کنید، لذا 6 تا پارشال پروداکت به دست بیارید، یا به صورت عادی انکود کنید و 12 تا به دست بیارید، به عهده خودتونه. ما اینجا هیچ محدودیتی از این بابت نداریم. حالا درسای پیشرفته تر باشه میایم فول ادر هاف ادر رو محدودات زمانی میذاریم، کل سیکل رو محدود میکنیم، ولی در این مورد شما محدودیت ندارید که 12 تا پارشال پروداکت بسازید یا 6 تا پارشال پروداکت بسازید. تمرکز من تو این پروژه این است که شما بتوانید اون ساختار کامپرسورا رو درست بکنید. یه خود از بابت ساختن کامپرسورا وقتتون احتیاج به وقت و دقت داره، کم حوصله‌گی نکنید. به ازای این هم شما یک تونه ایمیل تعریف پروژه خواهید گرفت، براش ددلاین بذاریم، تی ای مربوطه معرفی میشه که شما عرض به خدمت شما این کار رو انجام بدید. قرار ما همین است که تا ددلاین اول شما پروژهتون تحویل میدید، در ددلاینی که تعریف میکنیم تست بنچ در اختیارتون قرار میگیره، مدارتونی که بذارید در تست بنچ احتمالا یا درست کار میکنه یا غلط کار میکنه، یا در بعضی از موارد درستی بعضی از موارد غلطه. یه ددلاین دومی میذاریم که مدارتون بر اساس تست بنچ دیگه کاملا درست کار کنه. بر اساس اینکه شما ابتدای کار چقدر نتیجه گرفتید و پس از اصلاح مدارتون اصلاح شده، حاصل اینها می شود نمره این. اگه نکته دیگری هست بفهم. خب درس من اینجا تمام، شما اینو خاموش کنید. من